سلام به گنجینه دارو درمانی خوش اومدید میخوام در مورد یک مقوله بسیار مهم توی پزشکی صحبت بکنم تحت عنوان سینوزیت یک بیماری که معمولا مخفول واقع میشه حالا یا اینکه بیمار درمان خودش رو کامل نمیکنه یا اینکه داروی مناسبی تجویز نمیشه یا داروی مناسب با دوز کافی تجویز نمیشه خب این خیلی اهمیت پیدا میکنه که در واقع سیر درمان این دارو رو به کندی یا اصلا ناموفق پیش میبره و در واقع بیمار سالیان سال میتونه در واقع با این مشکل مواجه باشه یک مقدمه که بخوام بگم در مورد سینوزیت خب سینوزیت اگر بخوایم به انواع مختلفی تقسیم بکنیم میتونه منشأ بر اساس منشأی که داره میتونه قارچی باشه ویروسی باشه آلرژیک باشه و باکتریال حالا ما الان با باکتریالش کار داریم بقیه که معمولا آنتیبیوتیک نیاز ندارن و باید در واقع درمان های علامتی یا درمانهای خاص خودشون رو داشته باشن ولی اون آنتیبیوتیک های معروفی که معمولا توی سینوزید میدن فقط باید در نوع باکتریال تجویز بشه با دوز کافی و دوره درمان کافی خب معمولا سینوزیت هم با یک سری از علائم خودش نشون میده معمولا توی شهر حال بالینی که پزشک متخصص در واقع از بیمار میگیره یک سری علائم وجود داره مثل پی یا ترشحات پشت حلق معمولا بعضیا سرماخوردگی دارن که مزمن میشه و بعد از مدتی مثلا دو هفته سرفه های مزمن یا ترشحات چرکی که از بینی دارن یک سری علائم مثل تندرنس هایی که توی محیط سینوسا ها، سینوس های فرونتال ماگزیلاری یا بقیه سینوسا دارن وقتی که خم میشن مثلا کسایی که نماز هستن معمولا این شکایت رو دارن که وقتی میرن توی سجده این فشار خیلی زیاد رو حس میکنن روی صورتشون که در واقع همون محیط سینوسا هستش و معمولا تب دارن اون فشارهایی که وجود داره معمولا خیلی تیپیک هست و اینجا در واقع پزشک معالج متوجه میشه که این سینوزید محرز هست حالا گاهن با گرافی هایی رو تایید میکنن خب اگر ما متوجه شدیم که بیمار دچار سینوزیت هست اینجا باید درمان درست و کامل و کافی انتخاب بشه چون میدونید که عامل سینوزیت های باکتریال سنو باکتری معروف هستن که مهمترینشون پونوموکوک هست بعد هموفیلوس آنفولانزا و موراکسلا کاتارالیس نقش بسزایی رو توی بیماری دارن خب بعضی وقتا سفکسیم داده میشه سفکسیم برای اون دوتا بعدی که همون موراکسلا و هموفیلوس آنفولانزا است مناسبه ولی پنوموکوک اصل کاری است رو نمیتونه پوشش بده پس بعضی وقتا که سفکسیم به بیمار داده میشه برای اینکه پونوموکوک هم بتونه در واقع کاور بشه باید حتما کلیندامایسین هم در کنارش داده بشه ولی اگر انتخاب اول دارو رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم همون آموکسیسیلینه آموکسیسیلینی که در کنار کلاولانیک اسید برای اینکه در واقع اون مقاومت دارویی کمتر در واقع حس بشه معمولا ترکیب آموکسی کلاو رو تجویز میشه برای بیماری که دچار سینوزیت هست و اینکه حالا دوزش چقدر باشه از اهمیت خاصی برخوردار هست معمولا برای کودکان دوزی که توصیه میشه 80 تا 90 میلی گرم پر در روز برای کودکان هستش و این معمولا خب حالا بر اساس محاسبات خیلی در واقع راحتی که داره در واقع پزشک محاسبه میکنه که این کودک چقدر باید استفاده بکنه خب این در واقع 80 تا 90 میلی گرمی که عرض می بر اساس دوز آموکسیسیلین هست ولی که حالا آموکسیسیلین هایی که توی بازار وجود دارن حالا با کلاولانیک اسید دوزهای زیادی هستش که بهترین نوعی که وجود داره دوز 643 هستش به خاطر اون تناسبی که بین آموکسیسیلین و کلاولانیک اسید هست که معمولا توصیه میشه 14 به 1 باشه در مورد این حتما من مفصلتر صحبت میکنم فعلا این قسمت رو داشته باشید حتما در موردش صحبت میشه پس نتیجتا بهترین نوعی که بهترین دوزی که میتونیم استفاده بکنیم برای کودکان همون 643 هست معمولا وزنش هر چقدر که باشه مثلا اگه 30 کیلو باشه تقسیم بر 3 میکنیم میشه در واقع 10 ده سی سی و هر 12 ساعت به کودک تجویز میشه اگه برای بزرگسال بخوایم تجویز بکنیم معمولا چهار گرم در روز باید استفاده بشه در کنار 250 میلی گرم کلاولونیک یعنی هر 12 ساعت دو گرم آموکسیسیلین و 125 میلی گرم کلاب باید حتما تجویز بشه توی دوره ده روزه تا 14 روزه تا بتونه در واقع دوز و دوره زمانی کامل رو در واقع رعایت بکنیم برای بیمار این اگر دوز و درمان و اون دوره درمان درست رعایت نشه خب برحال بیماری و اون باکتری به اندازه کافی در واقع درمان نمیشه پس ما متوجه شدیم که در واقع دوزی که برای بزرگ باید استفاده بشه چهار گرم در روز هستش و در کنار 250 میلی گرم کلاوانونیک اسید حالا در مورد اون کلاوانونیک اسید و عوارضی هم عرض کردم که توی یک کلیپ خیلی مفصلی در موردش صحبت میکنم این دوره درمانی هستش که توی انتخاب اول باید تجویز بشه یه موقع هستش که بیمار حساسیت داره به پنسیلین ها حساسیت داره به سیلین و خب قاعدتا این دارو رو نباید براشون تجویز کنیم یا یعنی اینکه ممکنه که مثلا به تازگی بیمارستان بستری بوده و بحث مقاومت دارویی بیشتر براش در واقع حس میشه پس اینجا میتونیم از خطهای بعدی استفاده کنیم یا یعنی اینکه کلاب رو استفاده کرده ولی خب به درمان موفقی نداشته اینجا هستش که وارد خط دوم درمان میشیم از داروهای مثل سفروکسیم یا در واقع فلورکینولون ها مثل لوفلوکساسین استفاده می کنیم توی انتخاب اول باید یادمون باشه که هیچ وقت لوفلوکساسین رو برای درمان سینوزیت تجویز نکنیم به خاطر عوارضی که داره ولی خب برطرفی و عرض کردم که خیلی درمان موفقی با کلاف, آموکسی کلاف نداشتیم آموکسی کلاب نداشتیم میایم سراغ خط دوم که شامل در واقع لوفلوکساسین هستش امیدوارم که شاد و سلامت باشید